یکی از خصوصیات اسطوره این هستش که یک بُعد نداره. بعضیا سعی میکنن که اسطوره رو تقلیلش بدن به یک معنا، بگن که معنیش اینه، یه معنی هم پیدا میکنن، میگن که معنی این داستان اینه. مثلا فروید مثلا اومده داستان اودیپوس رو معنی کرده و توی کنتکست روانشناسی خودش عقده اودیپوس معنی که گفته معنیش اینه. یا مثلا کارل گوستاو یونگ مثلا جونا، حضرت یونس رو، یا حضرت ایوب، جوب، اینها رو که در انگلیسی خیلی اسطوره هستند از نظر اونها بررسی کرده و گفته چی هستن. اریک فرام همینطور. ولی یکی از خصوصیات فاناتیک بودن این هستش که انسان فاناتیک چه کسی است؟ فاناتیک کسی است که یک معنی رو میگیره و میگه همینه. ها، این میشه فاناتیک. حالا اون روشن فکر هم که یه معنی رو میگیره میگه همینه و هیچ چیز دیگه نیستش، این میشه فاناتیک. این بحثی که با آقای دکتر زاده، پروفسور زاده، ایشون دارن که فازی هستش، یعنی اینکه مشکوکه، یعنی اینکه تشکیکیه، یعنی اینکه دقیق نیست. شما یک رنجی داره معانی، شما میگین از اینجا میتونه باشه تا اینجا میتونه باشه، بنده هر کدومش میتونه درست باشه و همش هم درسته، نه اینکه یک کدومشون وسطه. حساب احتمالی نیست که یه واقعیتی هستش توی رنجی، شما میگه احتمال اون که در اینجا باشه چقدره، ولی فازی میگه تمام اینا درسته، همش هستش، همش درسته، ایکوالی درسته، به طور مساوی درسته. این یه فرق اساسی هستش که شما وقتی میگین که من کامفورتبل هستم، این درجه حرارت برای من کامفورتبله، مهندسین اچوک، مهندسین تهویه این رو میدونن که مثلا اینجوری است، یه درجه حرارت مثلا 22.3 هستش که دقیقاً شما، ولی شما میگین بین مثلا 20 تا 25 یه درجه حرارتی هستش و احتمال کدومش بیشتره، همش درسته. این فرق فازی هستش با پروبابیلیتی. ادبیات ما، ادبیات اسطوره‌ای ما که عرفان، که فی الواقع شعر ما هم اسطوره‌ای هستش، اسطوره جدیده، شعر حافظ اسطوره است. این نظر لاروس، لاروس میتولوژیک، میگه که اسطوره شناسی ایرانی بعد ادامه پیدا کرد در شعر عرفانی. شعر عرفانی وقتی شما میگیم بلبل، بلبل شخصیت اسطوره‌ایه، شخصیت بیولوژیکی نیستش. شخص بیولوژیکی بلبل کر میخوره، گل نمیخوره، مثل خار نداره، واسه بلبل هم نمیخونه، واسه جفتش میخونه یا نمیخونه. یه شخصیت میتولوژیکه بلبل، به عشقش به گل، گل همینطور. این شخصیت ها فازی هستن، یعنی که معانیشون دقیق نیستش، یه جاهای مختلف میتونه باشه. بنابراین اگه شما یه معنی رو بگیرین میشه تقلیل گرایانه، اونی که اروپایی بهش میگن ریداکشنیست، ریداکشنیست اپروچ، یعنی که شما تقلیلش میدین به یه معنی، این میشه فاناتیک. وقتی بعد یکی یه معنی رو میگه، یکی یه معنی دیگه میگه، با هم دیگه دعوا میکنن، ولی که همش درسته، نه اینکه یکیش درست باشه حالا بیان با هم دیگه مماشات بکنیم، ما یکی خود تو یا خود من، تمام این معنی درسته، همین درسته، همون درسته، سینگل سولوشن نداره. ریاضیدان ها میدونن که معادلات دیفرانسیل، گویا سینگل سولوشن وجود نداره، تمام اعداد درست میگن، بی نهایت جواب واسه این معادله دیفرانسیل ایکویژن وجود داره. بنابراین میتولوژی هم با همین برخورد در نظر بگیرین. افسانه های ما هم همینطور هست، مثلا اتل متل توتوله گرفته تا شنگول و منگول، اینها خیلی بار داره. هر معنیش هم که شما بگین درسته، معنی اجتماعیش رو بگیرین، معنی از هم شما روانشناسیش رو بگیرین، معنی پولیتیکال بگیرین، تمام اینا هستی، بعد معنی پولیتیکالش هم باز خوشی گام وسیعی داره. امروز یه معنی میگیرین، فردا شما میبینین که یه فضای دیگر ایجاد میشه، باز جواب به شما میده، همیشه به شما جواب میده، بستی به شما، شما کی هستین، کجا هستین، در کجای تاریخ هستین، چی میخواین، به شما جواب میده. بنابراین آمورفسه، فرم دقیقی نداره. به یکی دلائلم که و اسمم نمیذارن همینه، وقتی که اسم نداره ایتیز امورفس. اینم باز تو فازی لاجیک آقای زاده بیان میکنه، میگه مفاهیم یا امورفس هستن یا دقیق هستن. ها؟
کریسپ هستن. کریسپ یعنی دقیق، یعنی مثل سر چاقو. این مفاهیم آمورفس یعنی فرم ندارن و مهمترین نماد فرم اسمه. اسم یعنی فرم. ما فرم خودمون با اسممون تعریف میکنیم. گفتش the only thing that I own is my name. I only borrowed this dust. تنها چیزی که من صاحبش هستم اسم منه. یعنی فرم فیزیکی و روانی و تمام ده اسم شما خلاصه میشه. اسم خیلی مهمه. یعنی وقتی که اسم نمیذاره، یعنی اینکه از اول فردوسی میخواد بگه که شما دارین وارد یه فضای دیگری میشین. یه یونیورس دیگه است. قانونمندی دیگه داره. درسته؟ بنابراین شما وقتی داستان سیاوش رو میخونین از ابتدا توجه داشته باشین که اینجا یونیورس، یونیورس هزار یک شبه، یونیورس سرندیبه. در داستان هزار یک شب دیدیم که سندباد سفرهایی که میکرد از یه جایی سر در میبود نام سرندیب، که در سرندیب قوانینش فرق میکرد، یه جور دیگه بود. مثلا این نفر که مثلا همسرش میمود با همسرش دفنش میکرد، یونیورس دیگه است. درسته؟ از اون لغت انگلیسی سرندیپیتی میاد. درسته؟ یعنی اینکه چه حوادثی شما نمیتونید حس بزنید چگونه هستش. بنابراین یه اشاراتی هستش در داستان سیاوش که فردوسی میخواد شما رو ببره. نه فردوسی، اون داستان سرا، اون کسی که قبل از فردوسی داستان رو گفته، فردوسی فقط ناقله، روایت کرده. ولی اون میخواد بگه فضا فضای دیگری است. بنابراین ما این داستان رو در خدمتتون میخونیم، وارد این بحث ها، تمام این بحث ها میشیم در طول داستان، ولی از این مقدمه، این مقدمات فعلا بذاریم کنار، یه مقداری از خود متن بخونیم. کنون ای سخنگوی بیدار مغز، شما میگی مغز آدم باید بیدار بشه گاهی اوقات. بعضی فکر میکنن فقط چشمشون باید بیدار بشه. مغز فقط خوابه، خواب مغز. و مردم سعی نمیکنن مغزشون بیدار کنن، خودشون بیدار میشن ولی مغز بیدار نمیشه. این افهم باید بیاد اون مغز رو یه آبسردی روش بریزه بیدارش بکنه. خواب اکثرا مغز ها. اینجا گفته که کنون ای سخنگوی بیدار مغز. لغت ها دقیقه و حکیم وقتی صحبت میکنه، حالا چه حکیم سنایی باشه، چه حکیم فردوسی، چه حکیم اعظم بزرگ شما عمر خیام، اینها لغت هاشون دقیقه. میجور نیستش که همینجوری لغت هایی گفتن. کنون استخنگوی بیدار مغز، یکی داستانی بیارای نقص. به خودش داره میگه، میگه اگه تو بیدار مغز هستی، متوجه شدی داستان، این داستان نقص رو بیان بکن. که چی؟ سخن چون برابر شود با خرد، روان سراینده رامش برد. خیلی مهمه که سخن با خرد برابر بشه. ولی مردم خرد رو نمیدن چیه. فهم میگن خرد باید همین دو تا چهار تا. خرد کلی تر از اونه. خردی که در اسطوره شناسی صحبت میشه، خردی که حافظ درش صحبت میکنه، خردی که خیام درش صحبت میکنه، خردی که فردوسی درش صحبت میکنه، هم طرف چپ مغزه، هم طرف راست مغزه. ولی ما متاسفانه یه طرف رو، اون طرف راست رو که مسکولین هستش بیشتر و از هم بودو شما کریسپ هستش و حوادث نمیتون دوتا چهارتش حساب به اونو ما خرد میگیریم. اونم خرده، اونم مغز ماست. مغزم داره میگه بیدار مغز. درسته؟ بنده ما یه خرد دیگه داریم که اون خرد خیلی خرد متفاوتیست و خانم ها ارتباطشون با اون خرد بیشتر هستش تا آقایون. و اونجا حوادث از یه جوری دیگه حل میشه، یه قانونمندی دیگه ای داره. درسته؟ بنده به این قانونمندی هایی که شما تمام حساب میکنید دو تا چهار تا، این مال طرف راسته. درسته؟ یه مرحله از یه مرحله دیگری از خرد هستش که اونم خرده. شما درک میکنید وقتی که میگن که المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. بعضی فهم میکنن که یعنی اینکه با خرد نگاه نمیکنه، خداوند یه جوری بهش حالیش میکنه چون مؤمنه. نور خدا چیه؟ خرده. یعنی خردش روشنه، خردش بیدار شده.
یعنی مؤمن کسی است که ایمان داره به تمام به اینتگریتی، به تمامی وجودش ایمان داره، یعنی به طرف راستش، طرفش به تمام وجودش، نه یه جنبه وجودش. موش خرد کلیت داره، حکیم یه همچین انسانی است. بنابراین حکیم رو کسی میگیرن که مثلا ریاضیات خوب، ریاضیات یه جنبه، یکی از جنبه هاست. وقتی شما حافظ رو میبینید که علت این که حافظ حکیم هستش به خاطر اینکه سخنش در هر گوشه ربط داره، به هر گوشه میخوره و معنی خاصی میده، و این خرد کلی هستش که ارتباط داره با کازمیک، با یونیورسال کانشسنس، با اون خرد کیهانی ارتباط داره. بنابراین خرد اون کرم، خرد اون درخت، تمام اینها رو حکیم باید درک بکنه، و این از طرف بیشتر چپ مغز ما هستش که این ارتباطات غیر مستقیم رو، ارتباط ازوتریک، یه ارتباط اگزوتریک داریم، یعنی اینکه نماد داره، دیده میشه، بیرونیه، یه ارتباط ازوتریک داریم. ازوتریک یعنی مخفی. اون ازوتریک رو فکر میکنن که خرد نیستش. بنابراین میگن که حکیم خردمند، حرفای خرد اونم هستش. شعر حافظ خردمندانه است. فکر میکنن که شعر حافظ هم بعضی ها خرد داره، بعضی ها مثلا عرفان داره. عرفان خرده، منتها خرد کلی‌تری است. میرسیم ما حافظ رو که خدمت دوستان خوندیم، دیدیم که حافظ تبانی با فردوسی نداره، ولی دو تا بیان مختلف هستش از اون یونیورسال کانشسنس و به دو زبان مختلف بیان شده. بنابراین وقتی میگه سخن چون برابر شود با خرد، یه داستانی میخواد بگه اسطوره‌ایه، پس چرا از اول اندازه حرف خرد میزنه؟ میگه من یه داستانی میخوام واسه شما بگم، این داستان اینترتینینگ، قشنگ، داستان پریان فردو چیز میره وسط آتیش، از آتیش در میاد، اینا با خرد، با این خرد امروزی که نمیخوره، که داستان خود داستان افراسیاب، داستان مثلا اسفندیار نمیخونه، یا اسفندیار میکنه بخوره، ولی مثلا داستان بی قسمتش، ولی داستان سیاوش بی خردانه ترین داستان شاهنامه است. اگه بخوام خرد رو به اون معنی ریداکشنیست تقلیل گرایانه خودش ببینیم و خرد رو فقط چیز خاصی بدونیم که باش مثلا دو تا چهار تا ابزار درست میکنن، نه، در خرد کلی دوی به اضافه دو گاقل میشه هفت،